سلام، سلام به شما عزیزان در ایران و دیگر نقاط جهان، به شما عزیزانی که به تماشای تفسیر خبر از شبکه تلویزیونی ایران فردا نشستید. جمشید چالنگی هستم. در ساعت 1 بعد از ظهر ابری واشنگتن، 9:30 دقیقه شب تهران با شما خواهم بود. در ساعت پیش رو در تفسیر خبر در این شماره از برنامه نگاهی اندازیم به روند مذاکرات اتمی میان ایران و 5+1. آیا توافقهایی در این زمینه حاصل شده است؟ جان کری وزیر خارجه آمریکا میگوید تاکنون به هیچ توافقی نرسیدند. همزمان در ژنو اجلاس حقوق بشر سازمان ملل متحد برگزار شده است. این در حالی است که روند اعدام در ایران ادامه دارد و تعداد زندانیان سیاسی در دولت آقای حسن روحانی نیز افزایش یافته است نسبت به سال گذشته در همین زمان. آن سوتر در عرصه سیاسی جمهوری اسلامی، در پشت پرده جمهوری اسلامی چه می‌گذرد؟ چه تلاش‌هایی برای جایگزینی خبرگان در مجلس آینده آنها دیده شده است؟ چه تدارکهایی در جریان است؟ و دوران پس از آیت الله خامنه ای، موضوعی که در روزهای اخیر در عرصه سیاسی جمهوری اسلامی مطرح شده است. با من و شما هستند در لندن آقای ناصر محمدی، روزنامه نگار، و در ترکیه آقای مازیار شکوری، نویسنده و فعال سیاسی. شما عزیزان خواهیم بود تا لحظاتی دیگر. آقای محمدی عزیز سلام به شما. درود بر شما جناب چالنگی عزیز و گرامی و همچنین جناب شکوری میهمان محترم برنامه و شنوندگان و بینندگان شبکه ایران فردا، به ویژه هموطنانمون در ایران. با سلام آقای مازیار شکوری در ترکیه. بنده هم سلام دارم خدمت شما، همکاران محترم شما و جناب آقای محمدی عزیز و شنوندگان عزیز شما در هر جای دنیا که هستن. و اما آقای محمدی، روند مذاکرات اتمی الان به جاهای بسیار حساسی رسیده. میدونید که نخست وزیر اسرائیل پرزیدنت اوباما رو در واقع دور زده، بدون دعوت ایشون به آمریکا اومده، از طرف کنگره دعوت شده. در کنگره همین الانی که ما داریم صحبت میکنیم به وقت واشنگتن مشغول صحبت هستند و روز گذشته هم در واشنگتن در ایپک صحبت کردن. نقاط مورد نگرانی اسرائیل رو مورد تاکید داد بنیامین نتانیاهو و همینطور به هر حال یک شکراب مختصر میون روابط اسرائیل آمریکا پدید اومده و در عرصه بین المللی هم که همه میدونیم که چه حساسیتی نسبت به این برنامه هست. به نظر شما به کجا رسیده و به کجا برسه این مذاکرات اتمی؟ والا حالا گذشته از حضور آقای نتانیاهو و نطقشون که قرار است و به فرمایش شما در کنگره انجام میدهند، البته مخالفت هایی با دولت اوباما اندکی هست، اما به طور کلی استقبال شده است از این که ایشون هم در کنگره صحبت بکنه. اما از نظر کلی وقتی نگاه میکنیم به مسئله توافق اتمی، جناب چالنگی، حرف ها و گفتارها و اظهاراتی که انجام میشود
واقعا متفاوته. یعنی به گونه ای هست که یک جا مثلا آقای جان کری میگوید هنوز هیچ توافقی حاصل نشده، یک جای آقای اوباما میگوید که ما میتوانیم توافق 10 ساله داشته باشیم، حالان که کاخ سفید پیشتر اعلام کرده بود که توافق 10 ساله نمیتوانیم داشته باشیم. همچنان و هنوز این اختلافات برقرار هست. قبلا آقای ظریف گفته بودن که بخش اعظم اختلافات از بین رفته است، ولی الان که نگاه میکنیم میبینیم هنوز اختلافات وجود داره و اختلافات فلمثل یکیش در مورد تعداد سانتریفیوژها. خب ایران میخواهد بالای 10,000 تا داشته باشه، در حالی که جامعه جهانی یا به عبارت دیگر 5 به علاوه 1 بحث از 4,000 تا میکنه. حالا موافقت کردن که اندکی تعداد رو بالا ببرن، ولی حاصل و کارایی و توان اون ظرفیت غنی‌سازی رو اون رو کمترش بکنن. به هر حال آنچه که در واقع 6 قدرت جهانی میخوان و در رأسش الان آمریکا قرار گرفته این هستش که مطمئن بشوند از این که بمب اتمی تولید نمیشود. اسرائیل هم به نظر من حق داره که بیش از دیگران نگران باشه، چون قبلا به طور رسمی از سوی جمهوری اسلامی تهدید شده است به نابودی، هم در دوره احمدی نژاد که بارها مسئله محو اسرائیل مطرح شد، هم حتی در دوره ریاست جمهوری آقای رفسنجانی که یک بار در نماز جمعه گفتن که یک بمب کافی است که اسرائیل رو از بین ببره. البته غیر از مسئله اسرائیل، مسائل دیگر کشورهای منطقه هم مطرحه و اینکه مسابقه اتمی به طور کلی راه بیفته همه رو نگران میکنه. اما اون چیزی که الان در صحنه ملاحظه میشه جناب چالنگی این هستش که من شخصا بعید میدونم که تا آخر مارس بتوانن به توافق نهایی برسند. از یک سو در داخل ایران هم دولت جمهوری اسلامی، یعنی دولت آقای حسن روحانی، با مشکلاتی که اصولگرایان و تندروها سنگ اندازی هایی که میکنن، مانع تراشی هایی که میکنن روبرو هست. از سوی دیگر در همون داخل آقای خامنه ای حرف های متفاوت میزنه و مواضع متفاوت میگیره و به همین علت میبینیم که کار بسیار مشکلتر است و سختتر است. در ایالات متحده هم باز به همین ترتیبه، یعنی آقای اوباما هم همون شکراب اندکی که فرمودید علاوه بر این که با اسرائیل داره، با کنگره هم داره و حتی گفته است اگر بخواهند تشدید بکنند تحریم ها رو وتو خواهد کرد، که البته این بستگی به تعداد کسانی داره که در کنگره آمریکا از جمهوری خواهان بخوانی تر رو جلو ببرن. به هر حال هنوز به اعتقاد من نتیجهش مشخص نیست. و یک نکته دیگر هم اضافه بکنم و اون است که آقای آمانو رئیس آژانس اتمی میگوید هنوز 2 پرسش اساسی که یکیش در مورد آزمایش های انفجاری است پاسخ داده نشده از سوی ایران. و میبینیم که آقای کری هم در اشاره به آقای نتانیاهو میگوید ما اگر بخواهیم توافق بد بکنیم، توافق نکنیم، بهتر از اون استش که توافق بدی صورت بگیره. خب آقای نتانیاهو در ایپک، اجلاس ایپک، اینجا که برای بینندگان توضیح بدم که به اصطلاح انجمن، سازمان و ارگانیزیشن یهودیان آمریکا هست و که هوادار اسرائیل هست، اون چی که معروف هست به لابی اسرائیل در آمریکا نیز معروف هست. جامعه یهودی آمریکایی یا آمریکایی های یهودی به اصطلاح این سازمان و این تشکیلات رو سالهاست درست کردن و فعالیت میکنه در عرصه های مختلف به اون چرا که بیشتر مربوط به اسرائیل است. بسیاری از افراد سرشناس در این نهاد، در این سازمان عضویت دارند. در اجلاس دیروز آقای بنیامین نتانیاهو نکات بسیار زیادی رو مورد تاکید قرار داد. نکته مهمش این بود که گفت من در اینجا نمیگم فردا در کنگره چه خواهم گفت، یعنی امروز، اما میگم چرا آمدم و چون این سخن میگم. دوستی آمریکا، اسرائیل و آمریکا تاکید کرد در زمان دولت هر دو حزب
و یک نکته ای رو گفت، آمریکا کشور بزرگی است، ما با هم دوستی داریم اما اختلافاتمون هم هست سر جای خودش، مثل هر دوستی که ممکن اختلاف داشته باشه. آمریکا کشور بزرگی است، اسرائیل کشور کوچکی است از نظر مساحت. آمریکا نگران امنیت خودش هست در حالی که اسرائیل نگران موجودیت خودش هست. آقای شریف، جدا از همه چیز، اون چی که در عرصه منطقه بین المللی میگذره، برنامه اتمی جمهوری اسلامی تا چند اندازه در مسیر مساله و منافع ملی مردم ایران؟ نگاه کنید، برنامه اتمی ایران که اینها با شعار حق مسلم ما آغاز کردند، تا کنون اگر بخوایم نگاه کنیم چه از جهت هزینه هایی که کردن، هر گونه هزینه ها، تمام این دستگاه هایی که آوردن و بقیه مسائل، تا کنون به جز ضرر و زیان برای مردم ایران هیچ گونه سودی نداشته. حتی اینا دستگاه هایی که آوردن مال 50 سال قبل هست، یعنی بیشتر انرژی مصرف میکنه به نسبت دستگاه های همتای خودشون که امروز ما در دنیا میبینیم. این یک مسئله هست. مسئله دیگری که از خرجی که باید در کشور ایران، در کشور ما صرف میکرد جمهوری اسلامی یا هر دولت دیگری، مثلا برای محیط زیست، برای مسائل دیگر، همه رو برده و صرف مسئله هسته‌ای کرده. بنابراین ضرر زیان عجیب و غریبی به کشور ما زده، کما اینکه ماجراجویی هایی هم که اینها داشتن، شما از لحاظ حقوقی هم اگر نگاه کنید، ایران جمهوری اسلامی که عضو سازمان ملل متحد است و پذیرفته معاهدات سازمان ملل متحد را، متعهد هست و عضو MPT هست، میباید اجازه میداد که MPT به عنوان ناظر به تمام تأسیسات اتمی ایران سر میکشید، بازرسی میکرد. این کارها رو هم نکردن، بهانه به دست خارجی ها دادن که امروز ما تحریم ها رو میبینیم و انزوای سیاسی. بنابراین هیچ گونه منفعتی برای مردم ایران نداشته. تنها چیزی که به جا گذاشته فقط ضرر برای مردم ایران بوده و الان هم شما میبینید بخشی از این اقتصاد ایران که الان خراب هست، بخشیش البته همین تحریم ها هست، همین ماجراجویی اینها هست در قضیه اتمی. خب چرا دنبال میکنه؟ چه هدفی داره؟ اینها الان دیگر دنبال نمیکنن. نگاه کنید، بنده یک نکته رو خدمت شما عرض کنم. توافق نامه ژنو همونجا همه کارها رو تمام کرد. یعنی توافق نامه هم نبود، تسلیم نامه بود. همون زمان آقای محمد فروزنده علنی اظهار کردن، رئیس سازمان جانبازان و مستضعفان که از نزدیکان آقای خامنه‌ای هستن، اعلام کردن، گفتن که دیگه پرونده هسته‌ای بسته شد. رهبر جمهوری اسلامی پرونده هسته‌ای را بست و دقیقا هم مسائلی که زدن، مسئله قطعنامه را مطرح کردن، آتش بس جنگ با عراق را مطرح کردن. بنابراین تصمیم جمهوری اسلامی دیگر این بوده، چون جمهوری اسلامی راه دیگری نداشته. کما اینکه 8 ماه قبل از انتخابات سال 92 در عمان مذاکراتی داشتن سران جمهوری اسلامی از که به دستور خود آقای خامنه‌ای رفته بودن در عمان با مقامات امریکایی، در اونجا قرار می شود که مسئله اتمی ایران فیصله پیدا کنه و به همون جهت همونجا تصمیم گرفته می شود که حسن روحانی رئیس جمهور ایران بشود. بنابراین همه چیز تمام شده است. اصلا توافقنامه ژنو رو که ما بخوانیم از لحاظ حقوقی همه چیز تمام شده است، اما اون چه که الان میماند برمیگردد به سیاست‌های آقای اوباما و آقای خامنه‌ای. دفعه قبل آقای اوباما یک صحبتی کردن جالب است، گفتن که الان اراده سیاسی میخواد پذیرفتن توافقنامه. آقای خامنه‌ای هم یک صحبتی کرده بودن و گفته بودن که اگر توافقات بخواد در دو مرحله باشه، مثلا کلیات در یک مرحله، جزئیات در یک مرحله، ما نمیپذیریم و تحریم ها باید برداشته شود. نه، صحبت آقای اوباما خیلی جالب بود، گفتن اراده سیاسی میخواد. آقای اوباما در داخل امریکا تحت فشار هستند، از طریق آقای نتانیاهو و دولت اسرائیل هم تحت فشار هستند به خاطر مسئله اتمی ایران. بنابراین اون چرا که آقای اوباما میخواهد که دوباره بتواند کاخ سفید را برای دموکرات ها حفظ کند، این است که آقای خامنه‌ای علنا بیاید و بگوید که ما جام زهر را سر کشیدیم. بحث آقای اوباما الان این است، این را از آقای خامنه‌ای میخواد. تمام دست و پایی هم که جمهوری اسلامی دارد میزنند به این جهت هست که قداست آقای خامنه‌ای را حفظ کنند، علنا این را نگویند، اما گویا قرار بر این هست که آقای خامنه‌ای به هر نحوی که هست یک همچین حرفی را بگویند. همینه آقای محمدی؟
والا با بخش زیادی از حرفای ایشون، فرمایشات ایشون موافق هستم. درست است، قطعنامه توافق ژنو در واقع یک عقب نشینی بود، منتها اون عقب نشینی کاملی که غرب میخواهد در واقع نبود. هنوز مسائل زیادی هست، آنچه که طرفین میگویند، مسئولین دو طرف میگویند، هنوز مسائل زیادی هست که باید حل بشه. اما در مورد اون قسمت اول که سوال فرمودید که به طور کلی آیا به نفع مصالح ملی مردم ایران هست یا نه، بسیار فرمایش درستی میکنن. جناب چلنگی، من یک بار با آقای دکتر اعتماد که صحبت میکردم، رئیس سازمان انرژی اتمی بودن در زمان گذشته، گفتن 8 ماه بعد قرار بود که نیروگاه بوشهر را بیفته و برق تولید کنه. حالا آمدن قرارداد رو لغو کردن، دوباره شروع کردن از 20 چند سال پیش با روس ها. هنوز که هنوز هیچ برقی تولید نشده، جز این که صدها میلیارد دلار هزینه روی دست ملت ایران گذاشته. و من فکر میکنم حتی نیروگاه بوشهر رو که عقب میندازن، راه نمیندازن، برق تولید نمی کنن، بدین دلیل است که اگر چنین کاری بشود و برق تولید بشود، دیگر جمهوری اسلامی نمیتواند اون برنامه های مخفیانه خودش رو که واقعا در صدد تولید بمب اتم هست اونها رو انجام بده، چنان که همونجوری که اشاره کردن اجازه بازرسی هم به رغم آنچه که MPT رو امضا کردن نداده. ولی به طور کلی من اونقدر خوشبین نیستم که به صورت علنی آقای خامنه‌ای بخواد بیاید و قبول بکند، چون از در تمام این مدت میبینیم که دوگانه بازی کردند. همونجوری که اشاره کردن گفته بودن که بله ما دو مرحله ای رو نمیپذیریم، ولی همین الان در واقع دارن میپذیرند. اختلافات و اشکالات در داخل بسیار زیاد هست. اینی که بتوانیم به یک نتیجه قطعی برسیم، من فکر میکنم الان نمیتونیم به یک نتیجه قطعی برسیم و فکر میکنم باز همین توافق ها به توافق نهایی و جامع نخواهد انجامید. جناب چلنگ. بله آقای محمدی، یک فرصتی هست من این فرصتش از شما داشته باشم. ببینید، همزمان با مذاکرات اتمی و اون چی که در حلوش اون میگذره، لابی حکومت ایران هم در خارج از آمریکا، به خارج از ایران به خصوص، که در واشنگتن بیکار نیست. حالا مقاله روز گذشته در واشنگتن تایم، واشنگتن پست چاپ شد، ترجمه‌ش هم با خیلی بوق و کرنا در تبلیغات دستگاه تبلیغاتی ایران هم منعکس شد. مطلب رو آقای ری تکیه نوشته، در این مطلب به یک نکته اشاره کرده، یعنی این نکته حتی تیتر شده در واشنگتن پست، که نبوغ استراتژی که آیت الله خامنه ای باعث قدرتمند شدن ایران در منطقه است، یعنی قدرتمند شدن ایران یا بودن ایران در منطقه ناشی از نبوغ استراتژی که، یعنی نظامی، آقای خامنه ای هست، رهبر معنوی ایران نوشته ایشون. بفرم والا این واقع بینانه است یا نه؟ آقای خامنه ای نبوغ نظامیشون که باعث قدرتمندی ایران، یک، اولا ایران قدرت منطقه‌ای هست در حال حاضر، دو، اگر هم هست مدیون نبوغ آیت الله خامنه ای هست یا نه فیروز آبادی یا آیت الله مصباح یزدی یا احمد خاتمی، مدونه کی هست؟ عرض به خدمت شما، اگر خب لابی جمهوری اسلامی در خارج از کشوری همچین ادعایی بکنه خیلی جای تعجب نیست. اما جالب استش که این نبوغ آیت الله خامنه ای، آقای خامنه ای، مثل که در همه زمینه ها نبوغ دارد. و این نبوغ من نمیدانم چجوری است که حالا علاوه بر این که مسائل نظامی و غیره رو در بر میگیره، اتمی رو در بر میگیره، اما در همین 20 چند ساله که ایشون رهبری جمهوری اسلامی رو داره، دائم میبینیم اختلافات در درون که افزایش پیدا کرده به جای خود، فقر و فحشا و بدبختی و بینوایی از سر روی کشور بالا میره،
لابد اینا هم از نبوغ جناب خامنه ای هستش. اینها ببینید جناب چالنگی، اساسا همین روشی که در داخل ایران هست، روش چاپلوسی، روشی که واقعا این همه آدم ها رو، حتی اگر آدم های درستی باشن، حالا آقای خامنه ای که جای خود داره، اونها را هم در واقع به سوی دیکتاتوری و استبداد سوقشون میدهد. خب آخر از این آقایون باید پرسید، از این کسی که این مقاله رو نوشته یا اون لابی که پشت سرش هست، واقعا چه نوع نبوغی آقای خامنه ای بر اساس چه آموزشی، بر اساس چه تعلیماتی دارد، اساسا چه اطلاعاتی در زمینه نظامی یا اتمی و غیره داره. خنده دار جناب چالنگی، آمدن دیدن نزدیک به یک سال تلاش کردن یه ماکت مقوایی و چوبی از ناو هواپیما برای نیمیتس آمریکا درست کردن و بعد با شلیک صدها موشک این ناو فرضی دشمن فرضی رو از بین بردن. آخه واقعا نمیدانن که آقا این ناو نیمیتس که بزرگترین ناو دنیاست و هر ناوی که هست، ناو هواپیما پر 7-8 تا ناوشه هم که دور برشه، تا فاصله 500 کیلومتری اگه پشه رو هوا بپره این میزنتش با موشک ها به طور خودکار. یه همچی چیزی، بله اینا از نبوغ آقای خامنه ایست که بیاید مثلا یه مقوا رو درست بکنن، بعد بزنن داغونش بکنن، بگن قدرت نظامی است. و من نمیدانم که این حرفا رو کسانی که باور میکنن واقعا با چه درک و با چه شعوری اساسا یه چنین چیزی رو باور میکنن. ببینید اون چه که شما اسمش رو چاپلوسی و تملق گذاشتید، خب به خودی خود چیزی بدی است، اما در موارد این چاپلوسی و تملق رو هم بسیاری از داخل و خارج به ابتذال کشوندن. یعنی یه چیز بدی رو، حتی همون بدی رو هم حتی به ابتذال کشوندن، قبح و از قباحت بردن خلاصش. یکی اینه، یکی هم من تصورم این هستش که نویسنده این مطلب آقای ری تکیه که بیوگرافی و فعالیت‌های پشت پرده شو آقای حسن دایی و دیگران بسیار و به طور دقیق آقای حسن دایی فعالیت‌های لابی جمهوری اسلامی رو در واشنگتن مطرح کرده، میشه مراجعه کرد اونجا دوستانی که میخواد و ببینن. من فکر می‌کنم دست انداخته باشه آقای خامنه ای رو، نیست؟ والا یک ملای شیعه رو شما دارای چنان نبوغی به نظامی بدونید که باعث قدرت ایران. جناب چالنگی، اصلا مسئله فقط نبوغ نظامی نیست، در داخل کشور شما نگاه بکنید، این اصولگرایانی که خودشون رو با آقای خامنه ای میپیوندند و خودشون رو پیرو میدونن، مثلا در مورد جمعیت، آخه بابا در هر کشوری بررسی میکنن که مثلا در 10 سال آینده اگر 5% جمعیت اضافه بشه چه امکاناتی باید ایشون میاد همینجوری کتره‌ای، همینجوری کلپتره‌ای نظر میده که جمعیت کشور به جای 70 میلیون باید بشه 150 میلیون. بعد اون وقت میان همین آقایون چاپلوسان، آقایونی که متملقین، و این رو جزو نبوغ ایشون میدونه. آخه بابت چی؟ چرا؟ و این همه فقر و بدبختی و اینها رو چجوری ایشون نمیتونه با نبوغش حل کنه؟ واقعا اقلا اینا رو حل کنه، یا بتونه همون اختلافات در درون خودشون رو حل کنه، نمیدونم چیزهای نظامی پیش بشه. البته اخیراً آقای خامنه‌ای در زمینه‌های مختلف از جمله اقتصادی صحبت‌هایی کردن و همینطور در زمینه قاچاق کالا گفتن که چیزی بسیار بدی است. یعنی یکی از شنای نبوغ اقتصادی و به قول معروف گفت از کرامات شیخ ما این است، شیره را خورد و گفت قاچاق کالا بدی است. بله خب آقای تفسیر شما رو میشنویم، چرا این همه تملق داخل و خارج، چه اندازه این تملق گویی ها چه در داخل چه در خارج به اصطلاح بازتاب واقعیت واقع بینانه هست؟ میبینید دیگه، صبح تا شب در ایران کارگزاران و حکومت از نبوغ آقای خامنه‌ای صحبت میکنن در زمین های مختلف. این حرف رو تا چند از درست میدونید؟ اینی که
نبوغ آقای خامنه ای باعث قدرتمندی ایران در منطقه است و اشاره هم می کنند بعضی ها، البته ایشون به این صراحت اشاره نکرده، به حضور ایران در عراق، لبنان و سوریه، یمن. حتی آقای مهدی طاهب میگه مردم ایران باید از نون شب خودشون بزنن تا به اونجا کمک کنن برای رزمندگان اسلام. بفرمایید. ابتدا خدمت شما یک مورد را عرض کنم. اینها که صحبت میکنن از نبوغ نظامی آقای خامنه ای، اینها بعضی ها تاریخ را نمیدانند یا میدانند میخوان پنهان کنن. در زمان فرماندهی کل قوایی آقای بنی سعد، جالب این بود که آقای خامنه ای معاون مرحوم چمران بودند در وزارت دفاع، بعد در اون عملیات کرخه کور این آقای خامنه ای فرار میکند پیشاپیش از همه سربازها و اینها، این خود فرار میکند که همون زمان در مجلس اول صدا یک سری نماینده بلند میشود که این آقا چرا فرار کرده، این را باید از اون معاونت وزارت دفاع بردارن. جون یک عده اون کلاهی بیچاره به آقای فتایی بیچاره که چیز ارتش بود در اون زمان، جونش به لبش میرسد اون سربازا رو برگردوند اونجا به جبهه. حالا این آقا که خودش فراری بوده میگن که این آقا مثلا نمیدونم نابغه نظامی است. این نابغه نظامیش دروغ هست. منتها در کل آقای خامنه‌ای آدم باسوادی هستن، نابغه هم هستن، منتها نبوغ خودشون را در جهت گفتمان اقتدارگرایی به کار گرفتن. الان بنده یک مثال میزنم. بنده از آیت الله خزعلی را یک بار در تلویزیون شنیدم، اینها نگاه میکردم، صحبتی که مصاحبه‌ای که میکردم با آیت الله خزعلی، ایشون گفت که آقای خامنه‌ای خیلی باهوش هستن، نابغه هستن و اینا. پرسیدن چرا؟ گفتش که مرحوم منتظری که از دنیا رفته بودن، ما همه میگفتیم که مرحوم نباید در حرم مدفون بشود. آقای خامنه‌ای گفت نه، اتفاقا باید در حرم مدفون بشود، چون اگر بیرون بخواهد که مدفون بشود، مردم میروند دور مزارش جمع میشوند، بعد اونجا خودش یه دونه مرکز حرکت میشود علیه نظام ما. بنابراین آقای خامنه‌ای نابغه هستن، منتها نبوغ خودشون را در جهت ویرانی ایران به کار گرفتن، در این جهت به کار گرفتن که در مجامع بین المللی ایران رو منزوی کنن، در این جهت به کار گرفتن که جوانهای مملکت را به زندان ببرن، و این هم طبیعت استبداد هست، طبیعت دیکتاتوری هست و آخر عاقبت خوشی هم نخواهد برایشون نخواهد داشت، به خاطر اینکه ذات دیکتاتوری حماقت است. و همین جهت است که ما خیلی اوقات میبینیم که آقای خامنه ای با اینکه خیلی نبوغ هم دارن، حماقت هم ماشاءالله میکنن. خب در حال حاضرم آقای شکوری، مقدمات انتخابات مجلس خبرگان هم در جریان هست. این خبرگان تا چند اندازه خبره چی هستن بماند، نظارت دارن بر رهبری که آقای خامنه ای باشه؟ در قانون اساسی یک نظارتی پیشبینی شده، اما بس این هست که عملا این مجلس خبرگان واقعا مجلس مردگان است. شما الان اگر بخواید نگاه بکنید به قانون اساسی که شرح وظایف رهبر جمهوری اسلامی را مشخص کرده، مسائل نظامی هست، مسائل اقتصادی هست، فرهنگی هست، چه 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 و چه. خب اگر قرار باشد عده اونجا کارشناس باشند و بخوان نظارت کنند، در اونجا مسلم یک عده باید که کارشناسان نظامی باشند که بتوانند به مسئولیت های نظامی که واگذار کردن به این آقای ولی فقیه نظارت کنند. یک عده باید اقتصاددان باشند. آیا اعضای خبرگان شما در میان اینها اقتصاددان میبینید؟ نمیبینید. کسانی که بتوانند که کارشناس نظامی باشند میبینید؟ نمیبینید. گذشته از اینها اصلا سن و سالشون دیگر به اندازه به گونه ای هست که اصلا نمیتوانن نظارت کنن. خودشون هم علنا دارن میگوین که رهبر ولی هست و ما مولا علی هستیم و او بر ما ولایت دارد. حالا اگر آقای خامنه‌ای بر اینها ولایت دارد، اینها چگونه میخوان بر اون نظارت کنن؟ خودشون دارن واقعا راستش رو میگوین، واقعا آدم های راستگویی هستن. دیگر ما انتظار چه داریم؟ بس بر سر این هست. الان هم نگاه کنید، بحث موت آقای خامنه‌ای نزدیک هست. حالا فیگارو یک خبری را منتشر کرده، البته من نمیدانم پزشکا در مورد اون خبر چه نظری میدن. مونتا آقای دکتر مرندی، پزشک آقای خامنه‌ای، در جمع‌های خصوصی گفتن که آقای خامنه‌ای دو بار پیش از این هم عمل جراحی سختی شدن و وضعیت ایشون خراب است. این را در جمع‌های خصوصی گفتن، به بنده رسیده.
الان اون چیزی که مهم هست این هست، آنهایی که میگویند ما به دنبال جمهوریت هستیم و میخواهیم که نهاد انتصابی را در جمهوری اسلامی تضعیف کنیم، اینها چه میخواهم بکنن؟ گرفتاری ما الان این است که آقای هاشمی رفسنجانی و برخی از اصلاح طلبان فکر میکنن در چارچوب این قانون اساسی، در چارچوب این نظام میتوانن و بیاین نهاد انتصابی را کنترل کنن، محدود کنن. چنین چیزی اصلا ناشدنی است، به خاطر اینکه خود قانون اساسی جمهوری اسلامی یک دوگانگی داشته از روز اول. یکی تمامیت خواهی بوده که نهاد انتصابی ولایت فقیه بوده، یکی هم این نهادها انتخابی بودن سمت جمهوریت بودن. قانون اساسی جمهوری اسلامی ذاتاً به گونه ای ریخته شده که نهاد انتصابی فربه می شود، مستحکم است، خیلی مستحکم است، برعکس نهاد انتخابی اصلا مستحکم که نیست، شکننده است. به خاطر همین است ما روز به روز هم دیدیم، در بازنگری قانون اساسی هم دیدیم که آمدن ولایت فقیه رو مطلقه کردن، تمام اختیاراتش رو گسترش دادن. الان هم همچنین است. مشکل ما با این آقایان است، در حالی که آقای خامنه ای که الان اینها در تدبیر این هستند که بخوان جانشین برای او پیدا کنن، شروع کرده به غلغم نیروهای مخالف و منتقد خودش و احتمالاً تا چندی بعد ما باعث جویبار خون در ایران و خارج ببینیم. کما اینکه روزنامه کیهان هم خبر از همین مسئله داد، در یک مقاله روزنامه کیهان نزدیک یک ماه پیش نوشته بود که ما باید تمام قلم به دستان در داخل و خارج کشور را ترور کنیم. الان آقای خامنه‌ای در این فکر است، مون تا برخی از این اصلاح طلبها هنوز به فکر این هستن که هاشمی در درون حکومت میخواد یک هایی بکند، هویی بکند و آقای خامنه‌ای را محدود کند، در حالی که هاشمی خودش دارد حذف میشود، حذف شده است. مصیبت ما این است. خب آقای محمدی عزیز، ببینید دوران پس از آقای خامنه‌ای از الان آغاز شده، تدارک برای اون دوران هست. چه کسی در حکومت ایران 51% قدرت بالا رو داره؟ آیا جمهوری اسلامی در حال فروپاشی است با در صورت رفتن آقای خامنه ای، اونطور که پزشکان نیز اشاره کردن؟ والا جناب چلنگی، اولا خب گزارش هایی که دارن میدن و پزشکان هم گفتند بعضی هاشون، خب هر انسانی ممکن است یه روزی از دنیا بره، هیچ معلوم نیست که ایشون چقدر دووم بیاره و کی از دنیا بره. یعنی حتی اگر نابغه نظامی هم باشه. نابغه نظامی هم باشه، حالا نابغه حتما نابغه بهداشت. شیاب از بین رفت، رومل رفت، ولی به هر حال. اما اینکه انتظار داشته باشی مجلس خبرگان بتواند کاری بکند، و مثلا اشاره کردند، اشاره بسیار درستی است که این نظام اصلاح پذیر نیست جناب چلنگی. با این آدم ها یه عده آدم جمع شدن در رأس مملکت و بین خودشون قدرت رو تقسیم کردن و بخور بخورم که هست، قدرت ها بین خودشون تقسیم شده است. مگر آقای خمینی درگذشت، فوت کرد، همین آقای خامنه ای رو علمش نکرد آقای رفسنجانی، در حالی که اون موقع آقای خامنه ای حتی مجتهد هم نبود، هنوزم نیست، رساله هم نداشت. حداقل این بود که یک رساله داشته باشه، مجتهد باشه و بتواند رهبری کشور رو به عهده بگیره. اما آقای رفسنجانی آمد و یک صحنه سازی کرد و فکرش هم به نظر من درست بود. فکر میکرد آقای خامنه‌ای رو اونجا بنشونه، خودش هم بشه عقل منفصلش و بتوانه به مملکت اداره بکنند، با همدیگه اداره بکنند، که حالا بعدن اختلافاتی که پیش آمد یه بحث دیگه است. اما این که بگیم از الان افتادند به دنبال این که انتخابات خبرگان، خب انتخابات خبرگان الان فرا رسیده، هر دفعه هم وقتی که فرا میرسه حالا از این بحثا پیش میاد. اما بحث جانشینی آقای خامنه ای وقتی صحبتش میشه، خب هر کسی میتوانه یکی از همین ملاها باشه، هیچ فرقی هم با این آقای خامنه ای نخواهد کرد، چه بسا بدتر هم باشه. چرا؟ چون در ذات جمهوری اسلامی، در اساس جمهوری اسلامی، در قانون اساسی جمهوری اسلامی به طور کلی رهبر استش که همه تصمیم ها رو میگیره، اصل 110 و 111. شما نگاه بکنید، یکی از
آن یکی از اصولی که در قانون اساسی هست این است که مجلس خبرگان ضمن این که رهبر رو انتخاب میکنه بر کار او نظارت هم میکنه، اما آقای علم الهدا که یکی از امام جمعه هست و عضو مجلس خبرگان هم هست صراحتا میگوید آقا ما هیچ گونه نظارتی اصلا حق نداریم بر رهبری بکنیم. آقای محمدی ما... ببینید شما اشاره میکنید که یک نفر دیگه به جای آقای خامنه‌ای. ببینید موضوع رو خیلی ها چه در داخل چه در بیرون اینطور مطرح میکنن یا میبینن، میگن که آقا در زمان آقای خامنه‌ای وقتی فوت کرد صحنه جمهوری اسلامی نیروهای قدرتمندی در اون صحنه بودن، همین آقای رفسنجانی که الان اسمش بود بله. بود احمد خمینی و کسان دیگه، پتانسیل انقلاب هنوز پشت سر بیت رهبری بود یا و به هر حال آقای خمینی بود که به عنوان رهبر انقلاب اون بالا نشسته بود. بله معتقد هستن که الان چون این وضعی نیست. خب الان چون این وضعی خامنه‌ای برود مثل هر نابغه نظامی دیگه که بالاخره یک زمانی خواهد رفت از این کره خاکی، کسی که 51% قدرت داشته باشه و بتونه صحنه آرایی بکنه و پشت پرده و جلو پرده و مثل رفسنجانی که چنین کرد در گفته میشه در گذشت آیت الله خمینی وجود نداره. ببینید اینجاست که میان مطرح میکنند بزن بزنهای داخلی رو برای تصاحب قدرت و فروپاشی و هر چی که هست و پیامدهاش و به اصطلاح احتمال پیشروی و بر کرسی نشستن منویات مردم ایران که خارج از این دایره قدرت بود 36 ساله. بفرمایید. ببینید به طور کلی جناب چلنگی مسئله این هستش که اگر راجع به فروپاشی داریم صحبت میکنیم، همین الان رژیم جمهوری اسلامی در مسیر فروپاشی داره حرکت میکنه. آقای خامنه‌ای زنده باشه مرده باشه این فروپاشی رخ خواهد داد. البته وقتی که ایشون در فوت بکنن طبیعتاً این فروپاشی رو تسریعش خواهند کرد. چرا میگم این اتفاق میفته؟ برای اینکه همون جوری که اشاره فرمودید ما میگوییم که کسی در صحنه نیست و اون موقع مثلا حاج احمد آقا بوده است نمیدونم فضای انقلابی و غیره و ذالک، ولی الان بسیاری سرداران سپاه بسیاری از آدمهای همین آخوندهایی که هستن به هر حال اینا هر کدومشون یه قدرت و قوهی واسه خودشون جمع کردن. مثلا آقای قاسم سلیمانی برای خودش یک قدرتی است با اعوان انصارش که نیروی قدس رو تشکیل میدن، یا قدرت‌های دیگر. امروز می‌بینیم آقای رضایی حتی اظهار تمایل کرده در 22 بهمن با لباس نظامی شرکت کرد در راهپیمایی و گفت ما می‌خوایم برگردیم به دوران صدق و صفا و صداقت اون دوران. الان می‌بینیم آقای رفسنجانی به گونه دیگری خودش را آماده می‌کنه، حالا که از یه جانبی مغضوب هست در واقع یه مقداری کنارش گذاشتن، ولی همه به حرکت افتادن. همه این حرکت ها به معنای این هستش که نظام جمهوری اسلامی مسیر فروپاشی رو داره طی میکنه، چه از نظر مسئله اتمی وقتی نگاه بکنیم، چه از نظر تحریم ها وقتی نگاه بکنیم، چه از نظر اقتصادی. خود این مسئله اقتصادی میتواند نظام رو به زانو در بیاره که در آورده، که به طور کلی اگر این تحریم ها نبود اصلا راضی به مذاکرات اتمی هم نمیشد. اندک اندک داره به اون سو. ما پریروز شاهد تظاهرات معلم ها بودیم، تظاهرات بسیار هم مسالمت آمیز برگزار شد در تهران و در چندین شهر دیگر. خب اندک اندک داره به اون سو پیش میره و مرگ آقای خامنه ای میتواند این فروپاشی رو تسریع بکنه. جناب چلنگ پی میگیریم تفسیر خبر رو. نگاهی خواهیم داشت به اجلاس حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو، آنچه که در عرصه نقض حقوق بشر در ایران میگذره، انتقال چند زندانی محکوم به اعدام به نقطه نامعلوم و نگاهی به اعتصاب معلمان در آستانه نوروز. تا لحظه دیگر در تفسیر خبر.
آقای مازیار شکور، این کسی جز وزیر بهداشت نیست آقای قاضی‌زاده هاشمی که میگه که تعداد جمعیت کشور در این 36 سال دو برابر شده اما تعداد زندانیان 7 برابر شد. گفتن اخبار زندانیان به هر حال بسیار غم‌انگیزه، چه بر سر زندانیان در ایران میره. تعداد اعدام ها در یک سال گذشته افزایش پیدا کرده و بسیاری از موارد نقض حقوق بشر و همین الان 6 نفر از زندانیان رو به نقاط نامعلومی منتقل کردند که قبلا هم محکوم به اعدام شدند، زندانیان کرد. دولت حسن روحانی کجاست؟ آیا همون جایی است که آقای محمد خاتمی گفت کارگزار و رئیس مکتب و به لفظ محترمانش بیت رهبری است یا چی است؟ چه کار است این دولت؟ سوال شما بسیار خوب بود جناب آقای چالنگی، واقعا سوال به جایی بود. نگاه کنید، ما ابتدا عرض کنم یک مشکل عمده‌ای که داریم، بازم بنده به این دوستان اصلاح طلب ما میگویم، همیشه با یک بازی بد و بدتر، با یک مدار بسته مردم رو کشیدن متاسفانه پای صندوق و برای آقای خامنه‌ای حماسه آفریدن. نگاه کنید، بس این هست، ما در ایران دولت به معنای اونچنانی مثل بعضی از کشورها نداریم. ما اصلا رئیس جمهور در ایران نداریم، به خاطر اینکه انتخابات زمانی معنا دارد که حاکمیت مردم معنا داشته باشند. انتخاباتی که در ایران برگزار می شود در فقدان حاکمیت مردم هست. از خود آقای روحانی، از دیگر کاندیداها روی صفحه تلویزیون امتحان ایدئولوژی گرفتند. اینها متعهد شدند که پایبند به میثاق‌های آقای خامنه‌ای باشند. میثاق‌های آقای خامنه‌ای هم مشخص از همون روزی که نتیجه آرا اعلام شد و روحانی را به عنوان رئیس جمهور رژیم فقاهتی اعلام کردند، به کمپ لیبرتی موشکباران کرد جمهوری اسلامی لیبرتی را. اینها همه نشانه است، همون روز روزنامه نگارها را گرفتند. خب اینها همه نشانه است، بنابر و ایشون هیچ گونه محکوم نکرد، حتی اسید پاشی ها را ایشون نیامد علنا محکوم کند. این نشان میدهد که خود آقای روحانی هم بخشی از این سیستم هستند. وقتی آقای محبیان میآیند میگویند که برنامه نظام این بود که از روحانی استفاده کند، دوران احمدی نژاد تمام شد، الان این پروژه را پروسه را آقای روحانی میتواند به پیش ببرد، ما چه انتظاری داریم؟ خاتمی هم خاتمی 2 خرداد 76 مردم به او رأی دادند. این هم که برخی ها میگویند که مردم به خاتمی رأی دادن گفتمان اصلاح، دروغ میگویند. بنده قشنگ یادم هست مردمی که رفتن به خاتمی رأی داد بدهن میگفتن دیگه تمام شد، این نظام رو داره به هم میریزد، در حالی که 15 خرداد همین خاتمی رفت سر قبر خمینی گفت من برای حفظ نظام آمدم. مصیبت این هست، الان هم وضعیت زندانی ها در این 2 سالی که آقای روحانی اومده، خود دیدبان حقوق بشر گزارش میداد، احمد شهید جدا گزارش میداد، عفو بین الملل جدا گزارش میداد، آمارها هم در دست ما هست. بسیار بسیار وضعیت وخیمتر شده است، وضعیت زندانی های سیاسی، وضعیت بگیر و ببند، وضعیت اعدام ها، اصلا زندان ها که دارن با هم دیگر رقابت میگذارن. اگر آقای روحانی میخواهد، عزم بر این دارد، اون گونه که اصلاح طلبان مردم را فریفتن و به پای صندوق کشیدن، اگر واقعا است، باید علنا در برابر آقای خامنه ای بایستد، علنا باید بیاید پشت تریبون به عنوان رئیس جمهور بگوید در زندان ها شکنجه است، علنا باید بیاید بگوید اعدام ها باید متوقف بشوند، علنا باید در برابر اینها بایستد، و الا با 4 تا وعده امثال خاتمی و هاشمی رفسنجانی که ملت را با فریب پای این صندوق کشیدن مشکلی حل نمی شود. کما اینکه یه نکته را بنده عرض کنم، نگاه کنید، تا خاتمی زنده است ملا تاریا پاینده است، تا زمانی که محمد خاتمی زنده است ما واقعا نمی توانیم این رژیم را برداریم، به خاطر اینکه هر دفعه ما میایم یک تکانی به این رژیم بدیم سر به زنگا همین آقای ممنوع تصویر را باید ممنوع رأی میکردن، همین آقای مردم را به پای صندوق ها میگشانند. اصلا عامل بقا این رژیم هم خاتمی است، واقعا خامنه ای نیست، واقعا شیخ محمد یزدی نیست، اینها هستن که مردم را دارن پای صندوق میکشن. همین برادر همین آقای خاتمی آمده گفته نظام اگر اصلاح هم نشود ما برانداز نمیشویم. خب چی میشوید شما؟ بفرمایید توضیح بدهید برای ما. مشکل ما اینها هستن،
حالا شما مردم ایران خودتون قضاوت کنید واقعیت قضیه. شما رفتید شعار دادید که سید محبوب ما صاحب عزاست، ما هم تسلیه درز میکنیم، ولی واقعا این آقای خاتمی برای چه محبوب است؟ آقای خامنه ای شما را به گلوله بستی، کدر این ملت را در آورده، به خون کشیده. این آقا بعدا میرود برای همون آقای خامنه ای پیام میدهد که شما عمل کردید الحمدلله سالم هستید و دروغ هم میگوید. مردم ایران خوشحالن، کی گفته خوشحالن؟ مردم همین تو فیسبوک و فضای چیز فوش میدادن که به این آقای خامنه ای، حالا دروغ هم تو گفتی. مشکل ما اینها هستن، تا خاتمی زنده است ما نمیتوانیم این رژیم را برداریم، خیال همه جمع. خب آقای محمدی تفسیر شما رو میشنویم. کارنامه حقوق بشر جمهوری اسلامی نه تنها بهتر نشده که به گواهی نهادهای بیطرف بین المللی هم روز به روز بدتر شده. نشستند و گفتند و برخواستند در اجلاس ژنو چه تأثیری در پیشگیری از روند نقض حقوق انسان ایرانی داره؟ ببینید این 28مین اجلاس شورای حقوق بشر که در ژنو تشکیل می شود، که البته باز در مورد ماموریت آقای احمد شهید هم رأی گیری خواهد شد. به طور کلی جناب چلنگی، مسئله این استش که رژیم جمهوری اسلامی بارها خودش صراحتا اعلام کرده به حقوق بشری که در جهان مرسوم است، به اعلامیه جهانی حقوق بشر پایبند نیست. این رو با چه زبانی باید بگه؟ این رو بارها آقای محمد جواد لاریجانی که رئیس ستاد حقوق بشر در قوه قضاییه هست این رو گفتن، حتی با الفاظ بسیار رکیک نسبت به آقای احمد شهید و دیگر نمایندگانی که نماینده حقوق بشر در مورد ایران بودند گفتن، و خیلی ساده و راحت هم میگویند با کمال وقاحت و پررویی که ما حقوق بشری که در ایران داریم و اجرا میکنیم در تمام دنیا بگردید نمونهش پیدا نمیشه. راست میگن البته، این حقوق بشری که اینها دارن اجرا میکنن واقعا پیدا نمیشه. همین اخیرا دیروز خبری بود که یک نفری که 10 سال پیش اسید پاشی کرده، حالا بعد از 10 سال میخوان یه چشم راستش رو، گوش لاله گوش چپش رو، یه چشم راستش رو در بیارن، لاله گوش چپش رو ببرن. ولی حالا از اسید پاشای اصفهان خبری نیست. نه خیر، نه حالا اینا که هنوز مال 10 سال پیشه. حالا اینا مربوط به دعواهای داخلی خودشونه. آقا حقوق بشر رو قبول ندارن. خودشون هم حقوق بشر اسلامی آنچه که مجمع تشخیص مصلحت نظام چند سال پیش تصویب کرد، آنچه که میگویند اون رو هم اجرا نمی کنن. چرا؟ چون هر روز یه نفری میاد از همین آخوندها یه اظهار نظری میکنه، یه راهی نشون میده، این میشود حقوق بشر خودشون، و هر روز هم در حال تغییره. بارها شده است که شورای حقوق بشر ایران رو برای سالهای متمادی و متوالی محکوم کرده به واسطه نقض حقوق بشر، چه زندانی کردن، چه شکنجه کردن، چه اعدام ها، که اصلا جمهوری اسلامی نه تنها پاسخی نداده، پاسخش اینچنین بوده که تمام اینا عوامل و نوکران آمریکا و غرب هستند. اینی که حالا انتظار داشته باشیم که مثلا یه آقای به نام روحانی که فرض بکن از 100 تا فیلتر گذشته اومده شده رئیس جمهور، اونم با 51% با اون بساطی که خودمونم میدونیم چجوری سازماندهی شد، حالا این بتونه کاری بکنه، اساس نظام است جناب چالنگی که مشکل داره و هیچ پیشرفتی در مسئله حقوق بشر حاصل نخواهد شد، که هیچ، هر روز هم مسئله حقوق بشر وخیمتر خواهد شد در ایران. خب آقای محمدی ببینید، الان زنان نمیتونن تکخونی داشته باشن در موسیقی و در بقیه عرصه‌های اجتماعی، سیاسی، ورزشی، هر چی که می‌دونی که به استادیوم‌ها هم نمی‌تونن برن به دیدار تیم‌های ملی ایران و همه این. اون هنرمندان گرفتاری‌های بسیار بسیار زیاد دارن. همینجا هم یاد بکنیم که به مناسبت شب 7 یک هنرمند عزیزی که درگذشت، آقای آرش استاد محمد، بله، هنرمند هنرهای تجسمی، هنرمند تئاتر که یکی از کارهای معروف شرکت در نمایش شهر قصه بود،
درست. هنرمندانی مثل آرش استاد محمد، همچون برادرش محمود استاد محمد، خب در وضعیتی از این جهان رفتن که دوستانشون در ایران میدونن چه وضعیتی داشتن، چه از نظر زندگی روزمره، چه از نظر تمام درها بسته بود برای کار کردنشون یه نحوی کاری که خودشون دلشون میخواست. بسیارم در ایران روان اونها که رفتن همه شد. اما این وضعیتی که بر سر هنرمندان اومده، بر سر زنان اومده، بر سر معلمان اومده، آیا این وضعیت رو نمیبینن آقای خامنه ای؟ چون این وضعیت رو نمیبینه و طرف دیگه ای این سوء استفاده های مالی میلیارد دلاری رو که از همین معلمان و کارگران و بقیه هست، این نبوغ رو چرا در اینجا به کار نمیبرن؟ یه کاری بکنن برای این نبوغ. ایشون به قول دکتر نوریزاده عزیزمون میگوید که اینا بچه اون نامادری هستن، بچه مادری همونایی هستن که تو لبنان و تو نمیدونم کشورهای دیگه و در سوریه و غیره و زالک نوکری آقای خامنه ای رو میکنن. اصلا بحث حقوق بشر مطرح نیست. اینی که الان شما اشاره فرمودید نسبت به وضع هنرمندان، آیا دیگر گروه ها کار، یعنی وضعیت بهتری دارن؟ از معلمان، کارگران، اقشار معمولی، زنان ما، حتی آقای علی یونسی که به هر حال وزیر اطلاعات بوده اومده اعتراض کرده که در جمهوری اسلامی نقض حقوق بشر انجام می شود، حقوق بشر رعایت نمی شود. همین الان سه تا نماینده مجلس خواستار اون شدن که قوه قضاییه برخورد بکنه با این آقا که یه همچین حرفی رو زده. این استش که به طور کلی اون نبوغی که در مورد آقای خامنه‌ای میگن، اون نبوغش حد اکثر این استش که میگم بعد در حالی که ما اساساً در تاریخ ایران نداشتیم کارتون خواب و این خیابان خواب، بعد برن واسه مثلا در بغداد خانه سازی بکنن واسه مردمی که دنبال پیرو آقای خامنه‌ای هستن، یا در لبنان و غیره حتی بره کشورهایی مثل ونزوئلا و غیره و زالک. سپاس بسیار آقای ناصر محمدی عزیز. ممنون. و سپاسگزار هستیم آقای مازیار شکوری عزیز در ترکیه. با ما در تماس باشید با نشانی که میبینید روی صفحه تلویزیون تماشا میکنید، با ما در تماس باشید، نظرات خودتون رو برای ما بفرستید، خبرهایی رو که در جریان هستید، احتمالا اگر تصویرهایی دارید از رویدادهایی که شما ناظرش هستید بسیار خوشحال میشیم پخش خواهیم کرد. تفسیر خبر برنامه خود شما نیز هست. سپاسی دوباره از میهمانان گرامی برنامه. به پایان این برنامه تفسیر خبر میرسیم. با امید به فردایی بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز البرز، سند و سبلان، کوهساران دراک، تفتان، الوند، کوه زاگرس و تابشان بر فلات ایران زمین. دلهایتان شاد، روزگاران خجسته باد.